السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به بخش هفتم موضوع محشر خوش آمدید عزیزان. به ادامه گروه انسان هایی که در روز محشر عذاب محشر به اینا تخفیف می آوه، به گروه دیگر از مؤمنانش اشاره می کنیم که اونا کی هستن؟ مؤذنان، کسانی که آذان می دن. عزیزان گرانقدر، آذان گفتن یک نوعی از عبادت و تقرب به الله سبحانه و تعالی است. اگر مردم فضیلت آذان دادن را می فهمیدن، سرهای خود را می شکستندن و به سوی آذان دادن اینا می شتافتند. حتی به خاطر از او قرعه می انداختن عزیزان، به خاطر که یک فضیلت بزرگ نصیب مؤذن میشه، به خاطر اون ندای توحید بلند میکنه و او را در میان مردم آشکار میسازه. از اون خاطر است کسایی که جن زده هستن، جن داخل بدن اینا میشه، وقتی که در گوش اینها مکرر آذان بتین، جنی که در بدن از یه است از خوف ندای توحید بلرزه میایه، قلبش به رعب میایه، به ترس میایه، اون میلرزه، ایران میمونه که چه کنه، چی جن مسلمان باشد، چی شیطان کافر باشد. از او خاطر آذان گفتن عبادت و تقرب به الله سبحانه و تعالی هست. در روز قیامت گردن مؤذنان از گردن دیگرها کرده دراستر است و ای در حدیث مبارک ذکر شده و ای به شکل نیست که ناموزون باشه که ما اگر فکر بکنیم یک نفر گردنش دراز باشه ای چی فایده داره. نه خیر، چنین نیست. در روز آخرت او از یک میزان خاص برخوردار است که دراز بودن گردن در جمال و در زیبایی از اون میافزایه و این زیبایی برازنده کسی است که عمل شایسته آذان به عده داره. این کلماتی که از آذان میبره کلمات توحید است که او را به گوش مردم میرسانه و اونا را به سوی نماز فرا میخونه و در روز قیامت هر موجود تر خشک که در دنیا آذان شنیده برای مؤذن گواهی میده. در ممالک غیر اسلامی مانند انگلستان و جرمنی و ممالک اسکندنیویایی و امریکا و غیره و غیره که ندای توحید در مساجد بلند نمیشه، در اوج شیاطین به بسیار آزادی به هر طرف اینا گشت و گذار میکنن. از امو خاطر در اونجا مسائل شیطانی زیادتر است. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه به یکی از صحابه که عبدالرحمن داشت، نام داشت عبدالرحمن بن سعسع، بر از او گفت که من میبینم که تو با گوسفند و بیابان بسیار یک دوستی و علاقی بسیار وافر داری، پس هر وقت که امرای گوسفندانت در یک دشت بودی و برای نماز آذان گفتی صدایت خوب بلند بکو، به خاطر که هر جن و انس و هر چیزی که صدای مؤذن بشنوه در روز قیامت گواهی میده. سبحان الله، سبحان الله. گروه دیگری از مردمان که در روز محشر سختی های محشر بر او تخفیف مییابد، اونای کسانی هستند که در اسلام پیر میشن. ما شما بعضی کسا داریم که پیر شده میرن، از اسلام فرار کرده میرن. متاسفانه در بعضی از مجالس ما بودیم و بعضی از زنهایی هستند که اونها در مقابل اسلام یک رقم نفرت خاص پیدا کردن، خوش ندارن مسائل اسلامی را بشنون. گروهی کسایی که در روز آخرت مورد تخفیف عذابهای محشر قرار میگیرن، اونا کسایی هستن که در اسلام پیر میشن. عزیزان گرانقدر من، ثبات و پایداری در اسلام و بر اسلام و مردن بر اسلام یک سعادت بسیار بزرگ است. الله سبحانه و تعالی می فرماید
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ای کسایی که ایمان آورده اید، آنچنان که باید از الله ترسید، از الله بترسید و شما سعی بکنید که نمیرید مگر آن که مسلمان باشید. به اینجا الله سبحانه و تعالی دستور داده تا تمام سال خوردگان و پیرهان را ما گرامی بکنیم و او را گرامی داشته باشیم و جایگاه اونا را پاسشان داشته باشیم. رسول مبارک میگه صلی الله علیه وسلم هر جوانی سال خورده ای را به خاطر سنش گرامی بداره، الله سبحانه و تعالی کسی را میگماره که در سن پیری او را گرامی بداره. اگر تو در جوانی به خاطر احترام یک پیر او را احترامش کردی، او را گرامی داشتی، وقتی که پیر شدی الله سبحانه و تعالی کسی را در خدمت تو میگماره. رسول مبارک صلی الله علیه و سلم میگه که هر کس مسلمان پیر حافظ قرآن را که در او زیاده روی و کوتاهی نکده و پادشاه عادل عیسی گروه را گرامی بداره، الله تعالی او را گرامی میداره. و هر کسی که بر کوچکای ما، بر صغار ما رحم نکنه، بزرگان ما را احترام نکنه، او از ما نیست. از ما نیست چی مانه؟ محروم میشه از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از شفاعتش در روز آخرت محروم میشه. الله سبحانه و تعالی کسی که به اسلام پیر میشه، اسلام خود نگاه میکنه، مانند او کسایی نیست که بعضی ها را دیدیم که اونا سنشان بزرگ شده میرن، دین ستیز شده میرن. مسلمانی که به اسلام پیر میشه، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت او را گرامی میداره. رسول مبارک صلی الله علیه و سلم میگه هر کس مویش در اسلام سفید شوه، در روز قیامت بر از او یک نور خواهد شد. و از جمله گروه مردمان یک گروه دیگر هستند که عذابهای روز محشر با اونا تخفیف میاد. اونا کی هست عزیزان؟ باورتان میآید؟ کسایی که وضو میکنن، وضو گیرندگان. این مبحث خیلی مهم است. چون این نیست که موضوعهایی که دفتر آدم به عجله میگیره، بدون بسم الله میگیره، ضوابط حضور مراعات نمیکنه، حق وضو را ادا نمیکنه. اونا نه، کسایی که حق وضو را ادا میکنه. برادر و خواهر مسلمان من، وضو کلید نماز است. وضو کلید عبادت است. تلاوت قرآن، طواف و بسیاری از عبادت هاست که جز مؤمن کسی به وضو خود حفاظت نمی کنه. کسی که تلاوت میکنه اول میره وضو میکنه، طواف میکنه اول میره وضو میکنه، بعضی عبادت های دیگر انجام میده اول میره وضو میکنه. بدون وضوع کامل و بدون بسم الله نماز و عبادت درست نیست. در یک محفل بودیم، در مورد وضوع برای عزیزان شرح می دادم. برایشان گفتم که اگر شما قبل از وضوع بسم الله نگوین، وضوعتان درست نیست. همه تعجب کردن. کسانی بود که بین سنین 33 تا 67 بود. همان برادری که 67 ساله بود گفت والا ما هیچ وقت بسم الله نگفتیم. سبحان الله. وضو گرفتن شعار امت اسلام است. وضو گیرندگان زمانی که در پیشگاه پروردگارشان استاده میشن، اثر وضو در روحایشان، در دستهایشان، در پاهایشان است. رسول کریم میگه صلی الله علیه و سلم در حالی که از احوال مردم در روز قیامت گپ می زدن، فرمودن که امت من روز قیامت فرا خوانده می شه، در حالی که اعضای وضوع اونها بر اثر وضوع می درخشه. لذا هر کس خواست این نور را بیشتر بکنه، او را بیشتر بکنه.
پس چی زیباست برای هر نماز وضو بگیری، چی زیباست که برای هر وضو نماز بخوانی، و چی زیباست که حق وضو را ادا بکنی. در حدیث دیگر رسول مبارک میگه صلی الله علیه وسلم، چی حدیث زیبایی هست، میگه زیبایی و جمال مؤمن تا جایی خواهد بود که وضو به اونجا میرسه. سبحان الله، این آب وضو به هر جایی که رسیده اونجا نور است، سراسر نور است. این منظور از این حدیث از جمال زیبایی نورانیت است که در روز قیامت او را در میان مردم مزین جلوه میته و به حال او کسی که نمازهای صبح قضا میکنه، وضویش هم قضا میکنه، نمازش هم قضا میکنه، جماعتش هم قضا میکنه. سه گروه نفر مردم داریم: گروهی که نماز صبح قضا میکنه، گروهی که جماعت قضا میکنه، در خانه میخونه اگر جماعت قضا میکنه، اویی که نمیخونه ام وضو را قضا میکنه، ام نماز قضا میکنه، ام جماعتش قضا میکنه. بنابراین عزیزان گرانقدر، در روز قیامت او وقت که امتها موج میزنن و کار بر اونا بسیار دشوار میشه، انسان ها با هم دیگر اختلاط میکنند، دول از امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم با یک ویژگی خاصی از دیگر امت ها شناخته میشن، متمایز هستند، و او ویژگی وضو و نماز است که امون نورانی بودن و درخشندگی روی و تن و وجود اینا هست. رسول مقبول میگه صلی الله علیه وسلم در روز قیامت، میگه من نخستین کسی خواهم بود که اجازه سجده داده میشم، و من میگه نخستین کسی خواهم بود که اجازه داده میشم که تا سرم را بردارم. او وقت در پیشاپیش خود میگه من مینگرم و امتم را در میان سایر امت ها میشناسم، میگه من اونا را از پشت سر، از سمت راست و از چپم میشناسم. اینجا بود که یک صحابه فرمود یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، چگونه امتت در مین تمام امتهای دیگه میشناسی؟ از زمان نو تا آخر این را چطور تو میشناسی؟ رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمود اندام های وضوی اونا در اثر وضو گرفتن می درخشه. چقدر سرانگاری ها کردیم، سهولتش هم داشتیم، گفتیم برو همی دو نماز، سه نمازه مدام یک وضو می خونم. پس ای از جمله گروه مردمان هست که اونا در روز آخرت با بعض از کارها مورد مرحمت الله سبحانه و تعالی قرار می گیرند و بعض از تکالیف محشر بر اونا آسان میشه. تا بخش بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.